امروز آقای نوریالا جامعه شناس و سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی در ایران با ما خواهند بود و خانم جیلانی، خانم بهی جیلانی از پاریس، ایشون هم جامعه شناس هستند. خیلی خوش آمدید آقای اسماعیل نوریالا، آقای دکتر اسماعیل نوریالا و خانم دکتر بهی جیلانی. خوش آمدید، صدای من رو دارید؟ من سلام میکنم خدمت شما، خدمت خانم جیلانی و همکاران و شنوندگان و بینندگان این برنامه. و درود به هر دوی شما. ما هفته گذشته مبحث رو، موضوع رو حول هوش انتخابات آغاز کردیم به خاطر اینکه جنبش تحریم روز به روز گسترده تر میشه در اروپا و در ایران. بسیاری از مردم از اینکه در این نزدیک به 40 سال واقعا نتایجی روی این گفتمان‌های زد و نقیض نگرفتن، به خصوص گفتمان‌هایی که اصلاح طلبان از 20 سال گذشته در حقیقت خوراکی بوده که ازش تغذیه کردن، و به طور کلی سوالات اینجا مطرح هستش که ما چگونه میتونیم در حقیقت به یک نقد واقعی و روشنگرانه برسیم که مردم در حقیقت به این آگاهی، خیلی ها آگاه هستن ولی اونهایی که در این در حقیقت انتخابات مشارکت دارن و شرکت میکنن و اجازه میدن که ازشون به عنوان یک کالای مصرفی استفاده ابزاری بشه برای یک انتخابات نمایشی که بیشتر در حقیقت جنبه خوراک خارجی داره، چگونه میتونیم که این آگاهی رو کسب بکنیم که نباید این حق حاکمیت رو به حکومتی واگذار کرد که ازش داره استفاده ابزاری میکنه. ابتدا دوست دارم این سوال رو مطرح بکنم که شما به طور کلی ماهیت جمهوری اسلامی و ساختار انتخاباتی رو در جمهوری اسلامی چگونه نقد میکنید؟ از خانم جیلانی آغاز میکنید. در ابتدا درود فراوان به شما و آقای نوریالا و سپاس از دعوتی که از من کردید. جمهوری اسلامی ساختارش 40 ساله مشخصه و انتخاباتی که در صحنه ایران در جمهوری اسلامی انجام شده هیچ کدام مردمی و به سمت مردم نبودن و ما شاهد هستیم که در این 19 انتخابات ریاست جمهوری که انجام شده شعارها بی نهایت پیش رو و حتی به سمت و سوی مردم بوده، ولی در عمل دیدیم که در این 40 سال شعارهای بیش نبوده و هدف گذار از انتخابات و پست ریاست جمهوری رو داشتن بوده. در حقیقت جمهوری اسلامی منتخب مردم رو برای انتخاب نمیگذارد، برای اینکه یک مانعی وجود دارد به نام شورای نگهبان، که این شورای نگهبان، فلسفه شورای نگهبان حفظ نظام می باشد. در نتیجه زمانی که حفظ نظام در صدر انتخابات باشه، پس این شعارها مردمی نمی توانند با و فکر میکنم مردم ما امروز باید تجربه شده باشه براشون که با انتخابات نیست که شرایط اونها تغییر میکنه و این نظام همیشه نشان داده که ضد انتخابات ما شاهد اتفاقات 78 یا شورش های 78 یا 88 یا 92 بودیم که تمام در صدر تمام این اتفاقات انتخابات آزاد بوده، اما از سال 57 تا به امروز ما شاهدیم که این نظام هیچ نوع انتخاب مردمی نداشته و مردم از سال 57 آرزوی یک انتخابات آزاد رو هنوز دارن تحمل میکنند. تشکر میکنم آقای اسماعیل نوریالا. آیا هیچگاه در این دوره، همونجور که خانم جیلانی اشاره کردن، انتخاباتی به مفهوم واقعی انتخابات وجود داشته و چرا نه؟ بله، عرض کنم که اون که به نظر من یه امر کاملا بدیهی و واضحیه که چیزی به نام انتخابات آزاد اصلا نمیتونه در گستره حکومت اسلامی مسلط بر ایران صورت بگیره. علتش هم روشنه به نظر من، یعنی اینکه انتخابات به نظر من 3 مرحله داره: یکی مرحله پیش از انجام انتخاباته، یکی مرحله خود انتخاباته، یکی هم مرحله پس از انتخاباته. جمهوری اسلامی در هر 3 این
مراحل دست به هم تقلب آشکار و حتی قانونی و هم به تقلب پنهانی و مخفی دست میزنه. یعنی همونطور که خانم جیلانی گفتن، در مرحله پیش از انقلاب انتخابات ما با دو مسئله مواجهیم. یکی اساسا شرایط نامزد شدنه که این رو به وسیله قانونی که میگذرونند و گذروندند بسیار بسیار محدودش کردن. یعنی گفتن طرف باید اول مرد باشه، بعد مسلمان باشه، رجل سیاسی. رجل سیاسی که البته الان میگن که بله روش بحث خانم هست، دارن تلاش میکنن بگن رجل یعنی شخص و در نتیجه زنان میتونه شکل کنن، ولی عملا تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده و همه تفسیرهایی که از کلمه رجل شدن به معنی مرد، این مرد باید مسلمان باشه، در بین مسلمان ها شیعه اثنی‌عشری باشه و در بین شیعه اثنی‌عشری هم معتقد عملی به ولایت فقیه باشه. بله با التزام بله التزام به ولایت فقیه، درست میفهمید؟ بله کاملا. و در نتیجه این فیلترها که میگذارن، من فکر نمی کنم که یک صدم جمعیت ایران اصلا دارای اون شرایط باشن که بیان در انتخابات شرکت کنن. تمام عرض کنم که مذاهب مختلف و همه اون مسائل. بعد ما میایم حالا میبینیم یک عده ریختن و رفتن در وزارت کشور و موفق شدن که ثابت بکنن که این شرایط رو دارن و در نتیجه بتونن ثبت نام بکنن به عنوان کاندید. بعد از اون نظارت استصوابی آغاز میشود. استصواب از ثواب و اینها مصلحت میاد، یعنی نظارت بکنن که آیا از بین این عده‌ای که همه شرایط رو دارن و ثبت نام هم کردن، آیا صلاح رژیم این هستش که این طرف بیاید و در انتخابات شرکت کنه یا نه. این یه مرحله بسیار عجیب غریبیه. شما دو تا نمونهش رو که نگاه بکنید، یه شخصی که مرده، مسلمان شیعه اثنی‌عشری، آیت الله اصلا عرض کنم که نزدیکترین شخص به خمینی بوده، فرمان دولت موقت رو او داده به دست بازرگان، در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده کل قوا بوده، رئیس مجلس خبرگان بوده، دو دوره رئیس جمهور بوده، ببخشید من اینو خوش نگرد، دو دوره رئیس جمهور بوده و وقتی که میره که ثبت نام بکنه در دوره گذشته آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت میشه. کسی که رئیس تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظامه، یا مورد آقای خاتمی که بالاترین رأی رو در انتخابات میاره، دو دوره رئیس جمهور مملکته و الان نه تنها رد صلاحیت میشه، حتی ممنوع تصویره. بنابراین تمام فعالیت ها میشه که کسانی بتونن بیان اصلا در انتخابات شرکت بکنن به عنوان نامزد که از انواع فیلترها گذشته باشن و مورد تایید شورای نگهبان مجری نظارت استصوابی که به وسیله رهبر تعیین میشن باشه. این میشه مرحله قبل از انتخابات. تو مرحله انتخابات هم خب همه دنیا میدونن که شرایطی وجود داره، یعنی اینکه روند خود انتخاب کردن باید صحیح و درست باشه دیگه، یعنی تقلب در انتخابات نکنن، رأی عوضی نندازن تو صندوق ها، یک نفر در چند جا رأی نده و و و خب خیلی شرایط ده پونزده گانه هم هست. حالا اینا انتخاب شدن، یعنی از بینشون آمدن، همه شرکت کردن در مناظره های انتخاباتی و وعده ها دادن و این حرفا. مرحله بعد از اون هستش که جالبه که شما میبینید مثلا شب انتخابات سال 88 آقای مهندس موسوی اصلا مطبوعات رو صدا کرد در دفترش و اعلام کرد که به من اطلاع دادن که من رئیس جمهورم. بله. اما فردا صبحش ما دیدیم نه خیر، ایشون رئیس جمهور نیست، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره. یا آقای کروبی گفت من رفتم دو دقیقه بخوابم آمدم دیدم که به کل آرای من برعکس شده. بنابراین مجموعاً ما با یک مضحکه‌ای روبرو هستیم به نام انتخابات در ایران. و حالا اگر برگردیم به این مسئله که
آیا باید مثلا این انتخابات رو تحریم کرد یا نکرد، من فکر میکنم که تجربه به ما نشون داده که ما در خارج کشور در مقامی نیستیم که بتونیم برای مردم فتوا صادر بکنیم. هر کسی که تحریم کرده، مردم رفتن به ریشش خندیدن، به این معنی که مردم یک نوع محاسبات دیگری دارن که هیچ ربطی به این مسائل نداره. این مسئله انتخاب بد و بدتر برمیگرده به شخصیت های آدم هایی که از این فیلترها رد شده آمدن بیرون. مردم از جلیلی میترسن، میرن به روحانی رای میدن، بعد از 4 سال هم میفهمن که هیچ فرقی بین روحانی و جلیلی نیست. ولی چون دیگه مردم در زمان انتخابات بلند مدت فکر نمی کنن، به مسائل روزمره و فوری خودشون نگاه میکنن، میرن انتخاب. و من به یکی از شخصیت های سیاسی خارج کشور که میخواست اعلام این بکنه که بیاید انتخابات رو عرض کنم که بایکوت بکنید، داشتم میگفتم که آقا این جز این که خودت رو بی اعتبار بکنید از این انتخابات قبلی رو عرض میکنم، از بلد. یک سو آقای روحانی، از یک سو جلیلی، مردم از ترس جلیلی میخوام برن به اون یکی رای بدن. خب این چه مفهومه؟ ببخشید من قطع میکنم، ببین اینو که چه معنایی داره که مردم از ترس، یعنی این تمام تبلیغات اصلاح طلبان، دوست دارم خانم جیلانی هم نظری داشته باشن، تبلیغات اصلاح طلبان همیشه در مدار بسته بد و بدتر بوده، با این استدلال که بد به ما زیان کمتری میرسانه و ما هدفمون این هستش که این رو نقد بکنیم و روشنگری بکنیم که چه باید کرد که مردم به دام این ترفند سیاسی نیفتن، برای اینکه به هر حال تجربه تاریخی نشان داده که این افراد در این سناریو، در این صحنه در حقیقت نمایشی با کارگردانی آقای خامنه ای، در حقیقت همه دنبال یک هدف هستن. ممکنه ظاهرا مباحث مختلفی داشته باشن، ممکنه ظاهرا از نظر مدیریت اقتصادی یک مقدار با هم تفاهم نداشته باشن، و در رابطه با سیاست های اصلی جمهوری اسلامی همه دنبال یک هدف هستن. خانم جیلانی، نظر شما در این زمینه؟ بله، در هر حال این رو ما باید قبول داشته باشیم، تجربه 40 ساله ماست که جمهوری اسلامی پتانسیل تحول رو نداره و این انتخاب بد و بدتر در حقیقت یک کلاه بزرگی است که ما سر خودمون میگذاریم برای اینکه اسارت رو پاره نکنیم. و این واقعا اشتباه ملت ماست که 40 سال عمر جمهوری اسلامی به علت همین انتظارها و به تله بدتر افتادن از درس بد. در نتیجه جمهوری اسلامی ثابت کرده که در حقیقت فرد مهم نیست در این نظام. در این نظام مسئله مهم فقط حفظ نظامه. در نتیجه انتخابات برای جمهوری اسلامی در حقیقت استفاده کرد از یک آیتم دموکراتیک برای صحه گذاشتن یک عملکرد مستبدانه که جمهوری اسلامیه. در حقیقت ما با شعارهای دموکراتیک که نقش انتخابات منتخبین همیشه استفاده میکنند، ولی در حقیقت در ته جاده این درخواست حفظ نظام به ریاست ولایت فقیهه که اجازه نمیده این شعارهای اوانگردیست یا پیشرو در ایران انجام بشه. برای مثال آقای خاتمی دارای شعارهای بسیار پیشرویی بودند و حتی در زمان ایشون اتفاقاتی هم افتاد. برای مثال رسانه ها، انواع اقسام رسانه ها آزاد بود، ولی متاسفانه در 78 همه فله جمع شدن. ولی میخواهم برای شما بگویم که حتی اگر منتخبین دارای یک نظریات و یا آرزوی تحولی داشته باشند، مانند آقای خاتمی که واقعا خواهان تحولاتی بود، ولی درگیر یک سیستم هستند به نام جمهوری اسلامی که این سیستم جمهوری اسلامی هزاران انجمن و ارگانیزاسیون داره که در مقابل هر نوع تحولی یک ترمز و یک سدی باشه و اجازه نده که در همین نظام تحولی حتی اگرچه
بسیار کوچک و مینیم باشه به وجود بیاد. در نتیجه من فکر میکنم ملت ایران امروز به جایی رسیدن که تجربیات 40 ساله خود رو برای خودشون ملکه بکنن و ببینن که اتفاقی نیفتاد، بلکه روز به روز شرایط برای حفظ نظام برای آنها تنگتر و گرانتر و با بهای سنگینتری آب خورد. اعدام ها امروز، روشنفکران در زندان، سیاسی های فراری، مبارزین فراری، اعدام روشنفکرها و دیگر اندیش ها. در هر حال جمهوری اسلامی در عرض این 40 سال فقط عرصه رو تنگ کرده و هر روز و هر زمان اعتقادات مردم، ایمان مردم به وطن هر روز به علت توهین های این نظام به مردم از دست رفته و امروز متاسفانه ما شاهد ملتی هستیم تقریبا پسیو و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل عملی. در حقیقت ملت ما امروز در مقابل هجمه این نظام خیلی پسیو رفتار میکنند و من معتقد به حرف آقای نوری علا که ما نمیتوانیم نقشی در انتخابات داشته باشیم، من برعکس فکر میکنم که امروز جوانان ایران تشنه برنامه هستند. من با چندی از آنها در تماس هستم، اونها از ما میخواهند که ما برای اونها برنامه ریزی داشته باشیم، به اونها بگوییم چگونه رفتاری در مقابل این نظام داشته باشند و یا چگونه حتی انتخاب در انتخابات شرکت نکنند و یا حتی چگونه مردم رو روشنگری بدن که اونها هم رأی ندهند. در هر حال این ملت امروز به این درجه رسیده که نظام جمهوری اسلامی یک نظام کاملاً غیر ملی، کاملا غیر ایرانیه و این نظام نیست که عمر خودش رو و حفظ نظام خودش رو بر منافع ملی و برای ملت بتواند کاری انجام بدهد. ملت ما امروز واقعا درگیر مسائل اقتصادی هستند، ولی متاسفانه ما شاهد جمهوری اسلامی شاخک های خودش رو در کشورهای دیگر، جنگ های نیابتی خودش رو به رسیدن به مملکت از جهت اقتصادی ترجیح بدهد و این فکر میکنم برای مردم کافی است که در انتخابات حضور نداشته باشه. تشکر میکنم آقای دکتر نوری علا. من اینجوری متوجه نشدم که شما اعلان کرده باشید که ما کاری نمیتوانیم بکنیم، ولی تصورتون بر این بودش که این در حقیقت جنبش تحریم موفق نخواهد بود، درست فهمیدم؟ کاملا درست فهمید. نه اتفاقا اگر فکر میکردم که ما در خارج کشور کاری نمیتونیم بکنیم اصلا وارد زندگی سیاسی نمیشدم. من عرضم راجع به تحریم بود. گفتم تحریم کردن از خارج کشور جواب نداده تا به حال. مردم اگر تشخیص دادن که باید برن در انتخابات شرکت کنن میرن شرکت میکنن. اما اگر بحث ما راجع به تأثیر ما خارج کشوری ها روی آینده ایران، روی سپهر سیاسی ایران باشه، من فکر میکنم که این یه وظیفه مهم تاریخیه که اصلا به عهده ما گذاشته شده. برای اینکه رژیم های سرکوبگر اجازه نمیدن که زیر چتر سلطه اونها آلترناتیو های غیر خودشون رو وجود بیاد، خودشون دست به تولید آلترناتیو میزنن، از آقای خاتمی گرفته تا آقای میرحسین موسوی. اینا هیچ کدوم آلترناتیو حکومت نیستن، اینا میخوان حکومت رو حفظ بکنن، میخوان به دوران طلایی امام برگردن و وظیفه ساختن یک آلترناتیوی که چون حکومت مذهبی و استبدادی است، بنابراین در مورد مذهبیش حکومت آلترناتیو باید سکولار باشه و در مورد عرض کنم که سرکوبگریش، دیکتاتوریش باید دموکرات باشه. به همین دلیل اعتقاد بنده بر این است که وظیفه تاریخی اپوزیسیون که متاسفانه خیلی هم بهش توجه نمیشه و با بی‌مسئولیتی از این مسئله میگذریم، این است که ما بتوانیم آلترناتیو سکولار دموکرات رو به وجود بیاریم، به مردم ایران معرفی کنیم. این بار مثل 88 نباشه که مردم ایران وقتی میان علیه
حکومت اسلامی شعار بدن، باز مجبورم بگم میر حسین یا حسین یا الله اکبر. بعد بدونم که یک آلترناتیو واقعی وجود داره در این میانه، که در اون صورت به نظر من سرنوشت ما عوض خواهد شد. به نظر من به خصوص در دوران فعلی با شرایط جهانی که پیش آمده، این ضرورت ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات بیش از همیشه محسوسه و کار به نظر من به این حد رسیده که کسی که در خدمت ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات نباشه داره به ایران و ایرانی خیانت میکنه. تشکر میکنم. ببینید، مسئله که باز دوست دارم بیشتر باز بکنیم رو همین مسئله در حقیقت رسالت و مسئولیت کسانی هستش که در خارج از کشور هستند و دلشون برای آزادی ایران میتپه، و این به این معنا نیستش که فرضاً افرادی که خارج از کشور هستن میتونن سکان کشتی رو به دست بگیرن، بلکه حداقل کاری که خارج از کشوری ها میتونن بکنن آگاهی رسانی و روشنگری و یک نقد سلامت هستش از اوضاع و احوال ایران. ما میبینیم که هر زمانی که دوره انتخابات میشه بالعمد انتخابات رو دو قطبی میکنن که مردم دوباره به دام و به اون میدان بد و بدتر بیفتن. یعنی همونجوری که اشاره کردین امسال هم همینجوری دو قطبیه. خب اکثریت نیروهای اصلاح طلب در انتخابات 92 پس از رد صلاحیت آقای رفسنجانی و انصراف آقای محمد رضا عارف همگی بالقوه به آقای روحانی رأی دادن. البته عده‌ای در حقیقت اصولگرا و اعتدالگرا هم به ایشون رأی دادن. همه اونها امسال دوباره در انتخابات 12 روی همون موضع حمایتشون باقی هستن. اونها معتقد هستن که آقای روحانی توانست با عقلانیت با تدبیر در حقیقت یک مناسبات سازنده‌ای بین ایران و خارج از کشور به دست بیاره، و این در حقیقت کشتی رو که در حقیقت در آبای طوفانی افتاده بود یه مقدار اعتدال بخشه. اونها با استدلال‌های خودشون تلاش میکنن خوراکی به مردم بدن که زیربنای این در حقیقت حرکت رو به سمت اون انتخابات و صندوق رأی بکشن. به نظر من وظیفه ما در خارج از کشور این هستش که چرا نباید مردم در حقیقت به دام این ترفند ها بیفتن. و امروز اتفاقا برعکس این استدلال شما که گفتید سال گذشته همچین برداشتی شده یا در حقیقت بی اعتبار شده کسانی که در حقیقت اون آقایی که من الان متوجه نشدم اسمی که نام بردید، اتفاقا امسال این گونه نیستش. ما میبینیم که این حرکت داره سریعتر میشه، در حقیقت جنبش تحریم بیشتر داره بهش دامن زده میشه. آقای روحانی قولها وعده های بسیاری دادن، از تساوی حقوق زنان در اجتماع، از مسئله جامعه شهروندی و حقوق شهروندی، از رسیدن به حقوق اقلیت ها، از نمیدونم کارت هوشمند بیمه، از اینکه استاد دانشگاه دیگه به خاطر انتقاد خارج اخراج نمیشه، از اینکه ما دیگه دانشجوی نمیدونم ستاره دار نخواهیم داشت، از اینکه اقتصاد بسیاری از وعده هایی که در حقیقت به سرانجام نرسید. البته میگویند که به خاطر اینکه نتوانستن در حقیقت نفت رو 2.5 میلیون بفروشن که بتونه پاسخگوی نیازهای مردم باشه به خاطر کاهش قیمت نفت. خانم جیلانی عزیز، دلم میخواد به عنوان جامعه شناس تفاوت بین توکراسی و دموکراسی رو توضیح بدید. عذر میخوام، من صدای شما رو اصلا ندارم. ندارین صدای منو؟ اتاق فرمان درست شد؟ بله. چه تفاوتی بین توکراسی و دموکراسی هستش؟ خیلی‌ها میپرسن که این کشور ایران به هر حال حکومت دموکراسی داره یا توکراسیه. خب پاسخ این هستش که این دموکراسی در حقیقت از بستر توکراسی داره تغذیه میکنه. ممکنه شما در این زمینه توضیح بیشتری بدید؟ بله، البته در مملکت ما در حال حاضر دموکراسی وجود نداره، و به نظر من مانند آقای نوری علا امیدوار نیستم به سکولاریسم و دموکراسی در ایران. در حال حاضر توکراسی که در ایران داره حکومت میکنه، حکومت و روحانیون حکومت تئوکراسی، و در حقیقت یک تئوکراسی و حکومت‌های تئوکراتیک قانوناً دیکتاتور هم هستند. چرا؟ چون تئوکراتیکن و چیز دیگری رو نمیتونن بپذیرن به جز فلسفه ساختاریشون. در نتیجه در مورد دموکراسی بگم، چرا امروز دموکراسی نمیتواند، سکولار دموکراسی نمیتواند یک آلترناتیو باشد؟ برای اینکه امروز مملکت ما از یک هارمونی و یک اجتماع یک دست تشکیل نشده، و این 40 سال انقلاب هم کمکی نکرد به ایرانی ها برای رسیدن به دموکراسی. سکولاریسم، یک نیمچه سکولاریسمی قبل از انقلاب ما داشتیم ولی فاقد دموکراسی بود.
در نتیجه به نظر من شرایط ایران در حال حاضر نمیتونه دموکراسی رو بپذیره، چون در یک آنارشیزم بعد از انقلاب زندگی میکنه که مهار کردن افراد بسیار بسیار سخت خواهد بود. امروز به نظر من تنها آلترناتیوی که میتونه ایران رو اجازه نده تمامیت ارزیش نابود بشه فلسفه ملیگرایی و ایرانی رو پررنگ بکنیم تا پیش از تجزیه ایران ما بتونیم اقلا جلوگیری بکنیم و بعد آموزش و پرورش بتوانیم سکولار دموکراسی رو پیاده بکنیم. ما امروز شاهدیم که ترکیه دیدیم که اسلامگراها بعد از سالها آتاتورک و یا حتی رضا شاه تحولاتی که ما تا به امروز افتخار میکردیم که این دو فرد در منطقه تولید یک رژیم مدرن در مقایسه با همسایه های خودمون تولید کردن، ولی ما دیدیم دیشب یک شکست بزرگ برای آتاتورک بود، برای دموکراسی بود، یا برای حتی ایران، حتی اتفاقاتی که زمان رضا شاه در ایران افتاد. خب سوالی که مطرحه، چرا بعد از اینکه آتاتورک 50-60 سال بعد از آتاتورک که ملت ترکیه به سمت و سوی دموکراسی رفته بودند و حتی رأی 49% گویای یک دموکراسی پیشرفته نسبت به همسایه های ترکیه بود، باز اسلامگرایی یعنی شکست دموکراسی آتاتورک. از خودمون میپرسیم چرا بعد از 70 سال دموکراسی در ترکیه که بسیار هم پیشرفته بود، 49% گویای یک دموکراسی پیشرفته است، چرا شکست خورد؟ در فرانسه در ابتدای قرن 19 آموزش پرورش رو اجباری کردند و دولتی، و 50 سال چرا فرانسه در ابتدای قرن 19 تصمیم گرفت آموزش پرورش رو مجانی و در اختیار همه بذاره؟ دو هدف داشت. یک، هدف اینکه آموزش پرورش شعور مردم رو بالا ببره. دو، آموزش پرورش رو از مسیحیت جدا بکنه. چرا جدا بکنه؟ برای اینکه مذهبیون اجازه نمیدادند که اون سکولاریزم فرهنگی به وجود بیاد. در نتیجه 50 سال بعد فرانسه اعلام حکومت سکولار دموکراسی رو کرد. آتاتورک شکست خورد برای اینکه اون سکولار دموکراسی که باید وجود داشته باشه با ریشه های مذهبی در یک اجتماع سازش نداره. سکولار دموکراسی که ریشه های ملت، ریشه های اجتماعی یک مملکت مذهبی و روی مذهب بنا شده، ما چگونه می توانیم یک سکولار دموکراسی به معنای واقعی کلمه در اونجا پیاده بکنیم؟ مرسی. اجازه بدید که بفرمایید، وقت رو خواهش میکنم بیشتر از 3 دقیقه. بفرمایید. جنبه من سکوت میکنم. نه، من میخوام بگم که ما برای آوردن سکولار دموکراسی باید این نگرش رو داشته باشیم که نبض فرهنگی اجتماع و آموزش و پرورش در میان چند درصد از قشر اجتماعی، و اینکه آیا طبقات اجتماعی همه از یک آموزش پرورش متعارف برخوردار هستند که ما اجتماع را به سمت و سوی سکولار دموکراسی ببریم. بله، در برابر این در حقیقت استدلال شما، من سوال بعدی من از شما خواهد
این بود که الترناتیو رو در چه می‌بینید. البته برمیگردم با آقای نوری علا در پاسخ به مسئله ترکیه، البته آقای اردوخان 49% رأی بردن، این رأی با اعتراض بسیار بسیار عظیم مخالفان ایشون روبرو شد و در نقد اتفاقا انتخاباتی ایشون به قولی significant victory نداشتن، یعنی یک موفقیت درخشانی نداشتن، چون با فاصله بسیار بسیار کمی رأی آوردن و بسیاری معتقدند که تقلب در این انتخابات شده، اجازه بررسی داده نشده. بیشتر کسانی که در خود استانبول یا ترکیه یا ازمیر و شهر در حقیقت مناطق شهرنشین بودن مخالف آقای سیاست‌های آقای اردوخان هستند. کسانی که در آناتولی و شهرهای دیگه بود در حقیقت محبش رو نشون میدادن، اینها در حقیقت به قولی به آقای اردوخان رأی دادن. اما بابت سیاست‌های خارجی و تاثیرگذاری سیاست‌های خارجی رو در مناطق خاورمیانه در نظر بگیریم و به نظر من نباید به شکست در حقیقت آتاتورک و اینکه او خواستش که فرزن سکولاریزه بکنه جامعه رو بگذاریم. میذارم آقای نوری علا در این زمینه نظرشون رو بفرمان. ببینید، من با مطالبی که بر محله اول خانم جیلانی گفتن خیلی مشکل پیدا کردم. ایشون میگویند که آلترناتیو حکومت فعلی سکولار دموکراسی نیست بلکه ملیگراییه. من میخوام بگم که مگه ملیگرایی که از زمان دکتر مصدق داشتیم و میدونم که خانم جیلانی هم به هر حال با جبهه ملی ارتباط داشتن، مگر می شود ما حاکمیت ملی داشته باشیم، ملی گرایی داشته باشیم اما سکولار دموکرات نباشیم؟ این دوتا با هم تضادی ندارن که بگیم نمیشه. بعد هم اگر اون نمیشه، خود ملی گرایی که سکولار دموکرات نیست که یعنی استبداد دیگه، یعنی ملی مذهبی به نظر من. البته خودشون باید توضیح بدن. نه، کارم عرض من اینه که دموکراسی اگر که نباشه، مردم ایران آماده دموکراسی نباشن، خب بالاخره باید برن طرف دیکتاتوری دیگه. این یه مسئله است. مسئله دوم هم به نظر من جامعه ما فرقش با ترکیه و دیگر کشورهای مسلمان این است که اتفاقی که در این چند ساله در کشورهای مسلمان افتاد، در کشور ما 40 سال پیش اتفاق افتاد. اینا تازه دارن وارد تونل میشن ولی ما داریم از این تونل خارج میشیم. من ادعا میکنم که ملت ایران شاید تنها ملت تشنه سکولار دموکراسیه، برای اینکه حکومت مذهبی استبدادی رو با پوست و گوشت و استخوانش امتحان کرده. این الان نمیتونه بگه که من یک دونه حکومت اسلامی جور دیگه میخوام. بنابراین من در اون مورد حیرت کردم. فقط یک نکته هم دلم میخواستش که در این فرصتی که دارم راجع به فرمایشات خود شما خانم دکتر ساید بگم. من اعتقادم بر این نیست که نقش خارج کشور حمایت کردن و منعکس کردن صدای داخل کشوره. چنین چیزی در هیچ کجای تاریخ اتفاق نیفتاده که یک حکومت استبدادی در داخل خودش آلترناتیو خودش رو بگذاره به قدرت برسه. شما همه موارد رو نگاه بکنید، از بنی امیه گرفته که ابو مسلم خراسانی باید بره خراسان، از اونجا را بیفته بره دمشق رو حسابشو برسه، تا آقای دوگل، آقای لنین و حتی آقای خمینی که اگر توی تهران و توی قم بود از این غلطا نمی‌تونست بکنه، بلکه رفتش به نفلشاتو نشست و تونستش از اونجا در آزادی جهان خارج از ایران رهبر انقلاب بشه. بنابراین من یقین دارم که تا موقعی که این آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور به وجود نیاد، به صورت فعالانه اعتماد مردم رو جلب نکنه و در نقش یک حکومت موقت، یک دولت در تبعید عمل نکنه، این حکومت اسلامی سر جای خودش خواهد موند و همه تغییرات در داخل خودش انجام میشه. پاسدارا کودتا میکنن، آخوندا برنده میشن، هیچ تغییری از این مدار بسته بیرون نخواهد. سپاسگزارم. البته من باید تصحیح بکنم، من اعتقاد ندارم که خارج از کشور یا نمیتونن نقش رهبری رو بازی بکنن. مثالی که زدین در رابطه با آقای خمینی مثال بسیار خوبی بود.
من اشاره کردم حداقل کاری رو که ما در حال حاضر میتونیم بکنیم این هستش که در حقیقت حاشیه نشین نباشیم، با چشمای بیطرف نگاه نکنیم، تسلیم این سیاست‌های حاکم نشیم، در حقیقت رواداری و سازش با این گفتمان‌ها نداشته باشیم، بلکه به عنوان انسان‌های آزادی‌خواه و سکولار تلاش بکنیم که با نقد‌های روشنگرانه و سلامت در حقیقت این آگاهی رو برسانیم. البته مردم ایران در داخل ایران بسیار آگاه هستند، به خصوص در این جریان ارتباطات و انقلاب در حقیقت دیجیتالی اطلاعات بسیار بسیار زیادی رو میتونن کسب بکنن. ولی ما به هر حال حداقل کاری که میتونیم بکنیم این هستش که نقدهای روشنگرانه بکنیم. میگوییم مخالف جمهوری اسلامی هستیم، بگوییم چرا، اساسش بر چه مبنایی است، چه در حقیقت سازوکاری رو داره به کار میبره که بن‌بسته است. بحث من حقیقت این بود. خانم جیلانی عزیز، خب شما فرمودید که در حقیقت سکولار دموکراسی در بستر و بافت فرهنگی جامعه ایرانی نمی گنجه. اشاره بفرمایید که پس چه الترناتیوی رو شما پیشنهاد میکنید؟ بله، صدای شما ضمناً تذکر بینم خیلی قطع میشه، یعنی الان شنیدید صدای الان شنیدید سوال منو یا دوباره سوالم مطرح کنم؟ بله، الان درست صدای شما. بله، من که نمیفهم چی میگن. بله، بله. آقای در اتاق فرمان آقای بهروز مشکینیار عزیز دارن در حقیقت اطلاعات لازم رو به دوستان عزیز میدن که چه بکنن که همزادای همدیگر رو بشنویم. صدای منو میشنوید خانم جیلانی؟ بله الان میشنوم. بله اشاره کردم که شما فرمودید که سکولار دموکراسی در بستر و بافت فرهنگی جامعه ایران همخوانی نداره. ممکنه بفرمایید که الترناتیو پیشنهادی شما که میتونه در بستر در حقیقت فرهنگی یا ساختار ایدئولوژیکی یا مذهبی جامعه ما کارایی داشته باشه و کارآمدی داشته باشه، چگونه شما چه پیشنهادی رو میدید در این زمینه؟ نه، من آرزوی سکولار دموکراسی برای ایران رو دارم، ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم که سکولار دموکراسی کاری نیست، برای اینکه از لحاظ فرهنگی ملت ایران در حال حاضر یک اجتماع یک دست و سالم نیست. من در حال حاضر تنها چی، البته من توی پرانتز، صحبت از ملیگرایی مصدق گرایی یا جبهه ملی نیست. ملیگرایی مانند نشنالیست موومنت منظورتونه؟ نشنالیست موومنت درسته؟ یعنی دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم که امروز ما ملیگرایی صحبت هست، اینکه اگر ما امروز صحبت سکولار دموکراسی رو بکنیم، دموکراسی یک ایدئولوژی بسیار عریضیه. یعنی ما هر چیزی رو در جایی که امروز تحت تهاجم اقوام قرار گرفتیم، یک واقعیت، کردها، ترکها، بلوچها، و ما داریم میبینیم که این اتفاق قرار بوده 38 سال پیش اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاده به علت جوی که در ایران حکومت میکرده. ولی امروز به نام سکولار دموکراسی، آیا دموکراسی میتواند اون سیمانی باشد که تمامیت ارضی ایران را حفظ بکند، یا اینکه فردا ما به نام دموکراسی ایران را تکه تکه خواهیم کرد؟ برای اینکه فردا اگر به من به نام دموکراسی یکی از اقوام ایرانی مراجعه بکنه بگه شما چگونه دموکراتی هستی، من خواهان زبان مادری هستم، من خواهان جدایی طلبی هستم، مطمئنا این برای من یک مشکل عظیمی خواهد بود. در نتیجه من امروز دموکراسی رو، دیسکورس دموکراسی رو با ملیگرایی یعنی وطن پرستی فعلا حفظش میکنم برای حفظ مملکتم، بعد به سمت سکولار دموکراسی میرم. ولی در ابتدا، در جایی که امروز همه دندان تیز کردن، مطمئنن تمامیت ارضی اولین ارجعیت منه برای بعد از سرنگونی. بعد از سرنگونی ما باید مملکت رو در ابتدا بتوانیم روی پا نگرش داریم. در ابتدا نمیتونیم ما دیسکورس سکولار دموکراسی داشته باشیم، یعنی با این سکولار دموکراسی که تعریفش کاملا مشخصه، کاملا
پذیرش اقوام در دل دموکراسی نهادینه شده است، برای من در شرایط فعلی قبل از دموکراسی اول حفظ مملکتمه. من ابتدا مملکتم، مرزهای مملکتم رو حفظ میکنم، بعد پیش به سوی دموکراسی. خب اینم ببخشید خانم جیلانی، خب اینم همینو میگن، اینا میگن که جمهوری اسلامی مدعی هستش که ما در حقیقت امن‌ترین کشور در حقیقت خاورمیانه هستیم و تمام همگامون بوده که امنیت ملی رو حفظ بکنیم برای یک پارچگی و همه رم از این که مبادا که کشور ما دچار تجزیه بشه و یا مثل سوریه بشه، در حقیقت میترسانن از این داستان. میخواستم یه سوال ازتون بکنم، آیا شما طرفدار خانم ماری لوپن هستین در فرانسه؟ در کانتکست این سوال من، نه، خانم لوپن در دموکراسی داره زندگی میکنه و دموکراسی در فرانسه نهادینه شده، یعنی تاریخ 300 ساله داره. در نتیجه خانم لوپن وقتی صحبت از ملیگرایی میکنه، اشتباه نکنیم با ملیگرای ایرانی. ملیگرای ایرانی ضد خارجی و راسیزم در دلش نداره. ملیگرای ایرانی حفظ مرزهای ایرانی است. کاملا این، یعنی این تفاوت رو بگذاریم که ملیگرایی وقتی خون نسیونال ما میگیم که خانم لوپن پرچمدار این حزب هست، کاملا با ملیگرایی که وطن خواهی ما هست کاملا متفاوته. نظر شما طرفدار کدوم هستین؟ شما طرفدار، یعنی با کدوم تز موافق هستین که بیشتر بتونیم؟ من وطن خواه هستم. من یک انترنسیونالیست هستم، یک وطن خواه هستم و حاضر نیستم که مملکتم بیش از این از بین بره. یعنی امروز اگر ما بخواهیم مدعی بشیم، باید کردستان هایی که در کشورهای مختلف در ترکیه، سوریه، عراق قرار گرفتن، باید به سمت و سوی ایران برگردن. نباید کردستان ایران به سمت کردستان های دیگر بره تا یک یعنی این کردستان بزرگی بره. من کردستان بزرگ رو، من مسئولیتش رو به گردن نمیگیرم. من مسئولیت تمامیت ارضی مملکتم رو در نظر میگیرم و من فکر میکنم باید ما از اتفاقاتی که امروز در دنیا میفته، برای مثال ترکیه 40 سال محل امن ایرانی ها شده بود و امروز ناامن‌ترین محل برای ایرانی ها شده. چرا امروز اسلامگرایی در یک مملکتی که واقعا شما از دور نگاه میکردید یک اروپا بود، استانبول واقعا یک پاریس کوچک بود، چه شد؟ پس زیر پوست شب چیز دیگری هم بود، فرهنگ دیگری هم بود که این اجتماع رو اون چیزی که باید می بود نشان نمیداد. پس اجتماع ترکیه آنچنان که ما فکر میکردیم دموکراسی در درونش نهادینه نشده بود، فقط 70 سال وقت گرفت تا بیاد بیرون و تبدیل به یک حکومت اسلامی بشه. امروز حکومت اسلامی ابتدای کار مطمئنن مسیر ایران رو خواهند رفت. در نتیجه این سوال پیش میاد، چرا؟ پس اشتباه در کجا بوده؟ آیا ما فکر میکردیم که ترکیه دموکرات نیست؟ یعنی آیا این حس رو ما میکردیم؟ نه، این حس رو نمیکردیم، ولی واقعیت امروز ترکیه است. تشکر میکنم آقای نوریالا. بله، اجازه بدید که در حقیقت صحبت های مقدار تعادل داشته باشی از نظر زمان بندی. آقای نوریالا بفرمایید، شما نظرتون در زمینه صحبت هایی که خانم جیلانی میکنن چه هست؟ من واقعا حیرت زده هستم. من در وجود خانم جیلانی نازنین که دومین باری امسال تشریف آورده بودن به هامبورگ در کنگره سکولار دموکرات های ایران، این دومین بار خدمتشون میرسم، امشب یک دیکتاتور چکمه پوش عجیبی رو دارم میبینم که نه به دموکراسی. البته برخورد شخصی نکنیم آقای نوریالای عزیز. چی نکنیم؟ برخورد شخصی نکنیم، یعنی بر شخص و این چیزا نذاریم. مهم نیست. نظر تو راجع به خانم جیلانی بگو، منم دارم میگم. نه آخه من دیکتاتور چکمه پوش دیگه مهربانانه نیست. بله، اولا از یه ما صحبت میکنن که معلوم نیست این ما کیه، که مورد تهاجم
اقوام قرار گرفته. اصلا وحشتناکه این، یعنی ایشون اول اقوام رو از مای خودشون میذارن بیرون، حالا این اقوام تهاجم کردن به این ما. خانم جیدانی 60% 65% ملت ایران در اقوام هستن، شما نمیتونید بگید اینا به شما تهاجم کردن. مگه شما چند نفرید؟ کجایی هستید؟ چی هستید که این حرف میزنید؟ بعد اگر بهشون دیکتاتوری دموکراسی بدیم، میان خواستار این میشن که به زبان مادریشون درس بخونن و ما نمیتونیم. خب ما بدون اینکه چکمه بپوشیم و مثل خمینی که لشکر کشید کردستان و ترکمنستان و این ور اون ور حساب همه رو رسید، راه دیگه ای نداریم که جلوی خواستهای این مردم رو بگیریم. چرا ما حق داریم که جلوی درس خوندن مردم به زبان خودشون رو بگیریم؟ من اصلا اینو درک نمی‌کنم. شما یه خطر فرضی رو مجسم میکنید و اون اینه که ایران ممکنه که تجزیه بشه به وسیله همین اقوامی که ایرانی هستن. چرا؟ چون یه بخشایشون بیرون مرزهای ایران هستن. بعدم تمایلات پانیرانیستی شدید که اون کردهایی هم که بیرون هستن باید بیان به چسبن به ایران، لابد فردا هم باید بریم بگیم گرجستان و قزاقستان و آذربایجان و همه اینا هم باید جمع بکنیم توی اون ایران بزرگ پانیرانیستا. به نظر من این حرفا خطرناکه. این حرفا در واقع به تجزیه طلبی بین اقوام دامن میزنه. این مردمانی که ستم کشیدن از دست حکومت مرکزی و دچار تبعیض بودند، دلشون میخواد از اپوزیسیون ایران یک صدای دوستانه بشنوند که ما اگر به قدرت برسیم، ما برای شما تبعیض رو رفع میکنیم. فرقی بین تبریز و تهران و نمیدونم زاهدان نخواهد بود. مردم رو تشویق میکنیم به این که به عنوان ایرانی، نه به عنوان کرد و ترک و غیره، بخوان عمل بکنن. اگر که ما این حرفا رو بزنیم، شما مسلم بدانید که اپوزیسیون بیشتر از حکومت اسلامی به تجزیه ایران کمک میکنه. بله بفرمید خانم جیلانی، مثل که شما بله، من فکر میکنم که ببینین، اصلا مسئله این که زبان مادری، من اصلا طرفدار زبان مادری نیستم. برای اینکه زبان مادری اولین قدم به سمت جدایی است. من دوست دارم با تمام ملتم بتوانم صحبت بکنم. یعنی وقتی من دوستان کرد که میان اینجا در پاریس مهمانه من میشم، وقتی من میبینم با زن اینها، با بچه اینها نمیتوانم صحبت بکنم، در صورتی که همه، پس میفهمم که زبان مادری در همه جای ایران همه زبان مادری صحبت میکنند، همه تلویزیون به زبان مادری گوش میکنند، نگاه میکنند، رادیو به زبان مادری، بین افراد خانواده همیشه به زبان مادری. من فکر میکنم که ملت ما یعنی ایران، از شمالش تا جنوبش، وقتی من صحبت ما میکنم، صحبت از ملت ما میکنم. در نتیجه فکر میکنم که ما باید یک زبان ملی داشته باشیم. در نتیجه زبان ملی، بله، ما زبان ملی داشته باشیم. در دانشگاه ها میتوانند زبانهای دیگر ایرانی رو به صورت دکترا بی نهایت پیش رفته. نه، برای اینکه ما با دبستان آقای میتونیم با هم البته میتونیم گفتگو داشته باشین، یعنی اگر که شما صحبتی دارید آقای نوری علا، بحثی در این زمینه داشتید صداتون شنیده. نه، اگر که اجازه نمیدید اینطوری صحبت نمی کنیم. یعنی میتونیم در حقیقت حالت گفتگوی آزاد باشه، بالا بعد صبر بکنیم 10 دقیقه بعد حرفای دیگه‌ای بزنیم. چرا دیالوگ نمیذارید صورت بگیره؟ میگم به صورت گفتگوی آزاد. بله، شما رئیس این جلسه هستید، هر جوری که دستور بفرمایید. نه منم با شما، اولا که رئیس و مرعوس نیستش، ما اینجا همه نشستیم که با هم گفتگو بکنیم. میتونه گفتگو آزاد باشه، میتونه دیالوگ باشه، هر جور که دوست دارین راحت هستین شما، با هم ادامه میدیم، هنوز وقت بسیار هستش. بفرمایید. خوشحال، بفرمایید آقای نوری. الان من نه، من که حرفمو زدم، شما داشتین پاسخ میدادین. من فکر میکنم که هیچ فرقی بین حرفی که شما دارید میزنید و رفتاری که پس از انقلاب مشروطه در ایران شد، به عنوان اسیمیلیسیون به شما میگی فرانسه یا میگید، یعنی یکی شدن، و اینکه از لحاظ فرهنگی ما شروع بکنیم همه فرهنگ ها رو یکی بکنیم، زبان ها رو یکی بکنیم، تفاوت های فرهنگی رو بر بیاندازیم، به نظر من این یک جنایت علیه بشره.
یعنی شما بچه ای رو که مثلا تا 7 سالگی در خانهشون داره ترکی صحبت میکنه میبرید میذارید مدرسه و میگید از امروز تو باید فارسی صحبت کنی. من دوستان ترک بسیار داشتم، از شخصیت های برجسته ادبی ما، دکتر ساعدی که در پاریس شما فوت کرد، شاملو بگیریم، نمیدونم صمد بهرنگی بگیریم، هر کدوم اینا رو که میشستید پای صحبتشون، اینا داستان های وحشتناکی تعریف میکردن از اینکه وقتی اینا رو گذاشتن مدرسه، اینا مطلقا نمیفهمیدن که معلم داره چی میگه. این قضیه این نیستش که طرف بزرگ شه 20 سالش بشه بره دانشگاه، تازه اونجا زبان مادریش رو شروع کنه خوندن و نوشتن، این حرفا رو یاد بگیره یا بیان کردن رو. این مسئله کودکه. شما زبان ملی رو، من زبان ملی قبول ندارم. ما یک آفیشل لنگویج داریم، آفیشل یا اوفیسیال فرانسه، یعنی اداری، یعنی هر مملکتی دارای یک زبان اداریه، نه زبان ملی یا زبان رسمی. اینا به نظر من همه جعلیاتی که بعدن آمده توی کار. هم جیلانی شما هر موقع زمان هر زمانی خواستی پاسخ بدید میتونید ببینید فرانسه یک کشوریه که فرانسه صحبت میکنه. در فرانسه ما جدایی طلب های آلزاس رو داریم، سواریان ها رو در جنوب داریم، جدایی طلبن، ولی دولت فرانسه هرگز اجازه نمیده که سواریان ها که یک زبان بین اسپانیولی و ایتالیایی هست رو صحبت بکنن. زبان سواریان از بین رفته در جنوب، یا زبان در استراسبورگ اینها ژرمنی کن، زبانشون آلمانیه، چرا دولت فرانسه اجازه نمیده که اینها آلمانی در مدرسه بخوانند، در صورتی که آلمانی هم صحبت میکنن ولی در مدرسه فرانسه میخونن. مهد دموکراسی، ما داریم از مهد دموکراسی نخونن. من میگم شما باید شما باید وقتی که مدعی هستی که بچه حرف میزده نخونم، اشتباهه. ببینید به نظر من یک جنایت علیه بشره. نه، من فکر میکنم یک بچه 5 ساله باید بتواند، مثل یک بچه 5 ساله که در آلزاس میره مدرسه، در استراسبورگ میره مدرسه، آلمانی صحبت نمیکنه. آشنا نیستم. اگر کار رو در فرانسه هم میکنن که به بچه 5 ساله اجازه نمیدن که زبان مادریش رو به کار ببره، اونجا هم جنایت علیه بشری میکنن. ببینید من میخوام بگم که تمام این تئوری های سکولار دموکراسی مهدش اروپاست، ولی ما امروز متاسفانه به قول معروف شاه برستر از شاه شدیم. ببینید اگر تئوری سکولار دموکراسی خوبه، برای همه خوبه، چرا برای ما خوبه ولی برای اروپایی ها خوب نیست؟ جدای طلب در سر تا سر اروپا جدایی طلب وجود داره، سر تا سر کشورهای اروپایی، از فرانسه بگیرین، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، آلمان، هلند، تمام این کشورها دارای جدایی طلب هستند و دولت‌های مرکزی به نام دموکراسی، دموکرات‌ها، پدر دموکراسی، اجازه نمیدن اینها زبان دیگری در مدرسه به جز زبان ملی اون کشور، ولی میتونن برن. من چون اطلاع از فرانسه ندارم نمیدونم. نه فرانسه خود همین تو خود همین ببینید چرا ما بگیم که یا این یا اون، به هر حال میشه هم زبانی که حالا به قول آقای دکتر اداری هستن یا به قول شما رسمی هستش، به هر حال یک زبان، همه کشورها یک زبان حاکم داره، و بعد زبان اقلیت ها میتونه در مدارس و در حقیقت مؤسسات آموزشی تدریس داده بشه که اینها در حقیقت بتونن با هم ارتباط تنگاتنگ سلامتی داشته باشن. چرا یا این یا اون؟ ببینید در هر حال ما برای داشتن یک شناسنامه نیاز به یه آیتم ها داریم. زبان فارسی زبان ایرانی است. ما ملتی به نام ملت فارس نداریم. این کاملا نگاه مغرضانه است که امروز اقلیت میگه که شما فارس ها، در صورتی که فرض بکنیم من فارسی، من با تو موافقم، من این در این زمینه با تو بله. کاملا موافقم. بله من فارس نداریم، ملت فارس هم نداریم، ولی فارس زبان که داریم. بله فارس، همه فارس. شما به عنوان یه فارس زبان میخواهید بچه 5 ساله رو وادار کنید که به زبان مادریش حرف نزنه؟ نه ببینید، نه ایشون اینو نگفتن که حرف نزنه، ایشون میگن در بزنه. در مدرسه 7 سالش شده گذاشتیش، ببینید باید یک کلمه فارسی نمیدونه،
به جای اشتباه پدر مادره، به طور دوشادوش و موازی پیش ببرید، از یه زبان استفاده کنید برای فهم زبان دو تا زبان. وقتی که شما میگید از من ببرید، نه شما میگید که یه بچه دموکراسی بذاریم، بلندتر خواهش میکنم صحبت کنید، صدا کم. اجازه بفرمایید، شما میفرمایید وقتی یک بچه ترک 5 ساله میره مدرسه مجبوره بنا به گفته من زبان فارسی رو در مدرسه یاد بگیره. شما میفرمایید یک بچه 5 ساله چرا باید وقتی میره مدرسه فارسی صحبت کنه؟ نه چیزی من نمیگم. من میگم که اجازه نمیدن به زبان مادری خودش هم درس بخونه. شما درس نباید بخونه. دوستان درس نباید بخونه. اصلا درس نباید به زبان مادری بخونه. چرا نباید بخونه؟ اجازه بفرمایید. ما یک زبان ملی داریم. من از اینکه حکومت به دست خانم جیلانی بیفته تنم میلرزم. نه آقای نوری علا گفتن به زبان مادری هم باید درس بخونه. بله نگفتن فقط به زبان مادری. یعنی زبان حاکم زبان حاکمه، ولی بتونه اکسس داشته باشه که به زبان مادریش هم در حقیقت. اصلا شما از زبان مادری استفاده میکنید برای زبان دوم یاد بگیرید؟ نه من فکر ببینید، ما در فرانسه هیچ موقع یک بچه رو نمیبینین، اگر حتی مادرش عرب باشه پدرش الجزایری باشه شما نمیبینین که بچهش عربی صحبت کنه. در ابتدا فرانسه صحبت میکنه بعد عربی صحبت میکنه. ببینین باید یک زبانی داشته باشه که این زبان همه این مهره ها رو به هم بچسبونه. وقتی که شما میگید زبان نباشه، من میگم باید یک زبان مشترک بین اقوام ایرانی وجود داشته باشه. ولی از روز اگر علی شما میگید اگر ما بین دیکتاتوری بدیم یعنی مطالبه زبان، من فهم میکنم اینجا اجازه بدید، من فهم میکنم چه سوء تفاهم شده بین این. بله من اینجوری من اینجوری استنباط میکنم الان تو جنبندی این هستش که خانم جیلانی میگن که یک زبان رسمی مشترک باید وجود داشته باشه. در این حال ایشون اشاره میکنن و مثال درستی هم میزنن، میگن در کشورهای مختلف ما میبینیم خب اقوام بسیاری مهاجرت میکنن، در همین امریکای ما میبینیم ایرانی هست، امریکا عرب هست، نمیدونم به هر حال اسپانیش هست، کشورهای مختلف مهاجرت میکنن و میان اینجا و به مدرسه که میرن البته به زبان انگلیسی در حقیقت تدریس میکنن، اما دو زبانه میشن اینا. یعنی ایشون اشاره میکنن که پدر و مادر به حال وظیفه داره که زبان حاکم رو و زبان مادری رو از همون ابتدا به بچه بیاموزن. این بیشتر از پدر و مادره، این وظیفه دولتی. نه ببینید، من منظورم نیستش که سوء تفاهم در این یا باید یا نباید. من فهم میکنم ایشون اشاره‌ای که دارن نیستش که یه وظیفه‌ای به هر حال توی خانه وقتی بچه به دنیا میاد پدر مادر دارن که بایلنگویل باشن با بچه ها. اینجور درست فهمیدم خانم جیلانی؟ دقیقا همینطوره. وقتی که ما در ایران زندگی میکنیم ولی در یک خانواده آذربایجانی به دنیا میاییم 100% پدر و مادر، من شرایطم اینه، پدرم فارس مادرم آذربایجانی، ولی زبان خانوادگی ما در منزل فارسی بوده. چرا؟ چون ما باید در اجتماع. ولی با مادرم در آذربایجان زندگی نمی کردی؟ نه من در آذربایجان زندگی نمی کردم ولی مادرم آذربایجانی بود. در نتیجه در من همیشه آذری صحبت می کردم. زبان بار آمدید برای بچه های آذربایجان دارین این تکلیف میکنید؟ نه من تبریز میرفتم، منظور بودم مجبور بودم زبان فارسی زبان منه. من به عنوان یک شاعر و یک نویسنده افتخار میکنم که میتونم در زبان فارسی حکم بکنم. من لذت میبرم از ادبیات فارسی. ولی اینجا بحث این است که برای یک کشور چند زبانه آیا باید از طریق بستن امکانات آموزش زبان مادری فارسی رو جا انداخت، یا به عنوان اینکه این زبان ارتباطی همه این ملت با هم هست باید زبان فارسی در اغلب این مناطق زبان دومه، باید همون رفتاری باهاش بشه که زبان دوم میشه، نه اینکه دشمنی رو از همون لحظه بکنیم تو جون بچه. ببینید بله، اجازه بدید که دوستان عزیز اجازه بدید که ادامه میدیم بحث به اینجا کشید که در رابطه با اینکه زبان در حقیقت جاری در یک مملکتی زبان ارتباطی باید یک زبان مشخص باشه که خانم جیلانی اشاره کردن زبان فارسی زبان ایرانی است و این زبان باید در حقیقت به طور رسمی در تمام مدارس آموزشگاه‌ها تدریس داده بشه و آقای نوری علام اشاره کردن که تکلیف اونهایی که
با زبان فارسی آشنایی ندارن، تکلیف کودک 5 ساله که به دبستان میره و با زبان فارسی آشنا نداره چه هستش و اینها باید امکانات آموزشی زبان مادری رو داشته باشن. بحث رو ادامه میدیم. خانم جیلانی شما بفرمایید. بله خواهش میکنم. با اجازتون آقای نوریالا، بله این زبان مادری به نظر من یک مشکل عظیمه، با تمام این که ملت آزادی این رو دارن که زبان دیگری رو هم تکلم بکنن یا آگاهی داشته باشن به زیر و بم این زبان، آزادی رو دارن، ولی در هر حال ما باید یک زبان ملی داشته باشیم که این زبان ملی در جای جای ایران صحبت بشه و همه بچه 4 ساله 5 ساله به نظر من یک آندیکپ بزرگه که فارسی صحبت نکنه در 5 سالگی و بخواهد در مدرسه تازه فارسی یاد بگیره. یعنی این مسئله آموزش پرورشی ماست. هیچ پدر مادری در هیچ قومیتی از ایران نباید فقط بچهش رو یک زبانه صحبت بکنه، بلکه ما به علت اینکه اقوام مختلف در ایران داریم، زبانهای مختلف داریم، میتونیم بیلنگ هم باشیم، میتونیم تریلنگ هم باشیم، نه. چرا که نه، ولی زبان فارسی شناسنامه ما است. یعنی ما اگر امروز از کسی منکرش شد خانم جیلانی؟ نه شما فقط من... روش هستش که میخواهید اون بچه از روز اول درس نخونه به زبان مادریش، ما باید در این زمینه، ما این بحث بسیار بسیار بحث جالبی هستش، ولی چون مبحث امروز ما واقعا این مقوله نبوده، یه مقدار ما در حقیقت اومدیم خارج از ترک شدیم، در این زمینه میتونیم بحث بکنیم. هر دوی شما محبت فقط من یک سوال میتونم بکنم. جانم بفهمید. چرا سازمان ملل و سازمان یونسکو 21 فوریه رو به نام روز جهانی زبان مادری اعلام کردن؟ و البته دنبالم داده و تنوع فرهنگی. یعنی که مسئله حفظ زبان مادری یک امر انسانی و دقیقیه که تمام سازمان‌های بین‌المللی پشتش ایستادن و تشویق میکنن دولت‌ها رو که اجازه بدید مردم به زبان محلی خودشون زیاد بگیرن و صحبت بکنن. نه اینکه من یه مثال هیچ کشوری در دنیا وجود نداره آقای نوریالا که واقعا زبان ما، ببینین تمام کشورها امروز از... من فرانسه ببینید من یه سوال ازتون بکنم. در یک جامعه چند فرهنگی که مردم از بک‌گراند‌های مختلف میان، پیشنهاد شما آقای نوریالا چه هستش؟ حد فرض رو بر این بگذاریم که لس آنجلس یک جامعه 10 فرهنگی، عرب داره، فارس زبان داره، نمیدونم کرد داره، نمیدونم حالا و در حقیقت زبان‌های مختلف، پیشنهاد شما از نظر آموزشی چه هستش؟ اینها با چگونه باید در حقیقت اولا که لس آنجلس قابل مقایسه با ایران؟ نه فرض رو داریم میذاریم که شهر نمید. اجازه بدید، ایران آذربایجان داره، کردستان داره، بلوچستان داره، سرزمین خودشونه با تاریخ. نه آمریکا وقتی شو ملل مختلف در آمریکا زندگی میکنه در ما کرده از همه جای دنیا آدم میجزه توش، هیچ فرقی نمیکنه. شما وقتی در یک کشوری زندگی میکنین میشین شهروند اونجا. شما در آمریکا زندگی میکنین نمیتونین بگین من یک ایرانی هستم میخواهم به زبان فارسی درس بخونم. آمریکا امروز جایگزین ایران شما شده. آیا شما میتوانید بگویید زبان مادری من فارسیه؟ شما هم میتوانید فارسی درس بخونید، هم میتوانید، البته یک زبان رسمی است. اجازه بدید که این مبحث رو ما چون 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم موکول بکنیم به یه بحث دیگری، چون ناتمام ماند و مبحث بسیار در حقیقت آموزنده میتونه باشه نقد درستش. ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. دلم میخواد برگردیم به مبحث در حقیقت این برنامه انتخابات بود و اینکه چرا ما باید این انتخابات رو، چرا بسیاری معتقدند که این انتخابات باید تحریم بشه و امسال به خصوص روش پافشاری بیش از اندازه دارن، با در نظر گرفتن اینکه آقای روحانی در حقیقت حمایت تمام اصلاح طلبان رو داشت در 92 و امسال هم خواهند داشت، با در نظر گرفتن اینکه ایشون نتوانستن به وعده هایی که داده بودن در حقیقت پایبند باشن، نه اینکه بخوان، به حقیقت سیستم اجازه نداد، بحث بر سر این هستش در یک جنبندی کوتاه، ایرانی ها در این انتخابات چه باید بکنن که بتونن به نتایج مطلوب تری برسن؟ هر کدوم از دوستان خواهش میکنم یه 2 دقیقه بفرمایید.
بفرمایید. 3 دقیقه بفرمایید. نه من که نظر خودم رو گفتم، من نمیتونم در شهر دنور امریکا نشسته باشم به مردم ایران بگم که آقا نرید رای بدین، به من خواهند خندید. من فکر میکنم همه کسانی که در راستای من، تحریم رو مهمترین کاری میدونم که ملت ایران میتونه انجام بده. پس موافقید خودتون با تحریم؟ معلومه بدیهیه، ولی اگر مردم نکردند، محاسبات منی که دارم تحریم میکنم غلطه. خب آخه من بحث بستر آقای دکتر، بحث بستر این نیستش که مردم تحریم بکنن یا نکنن، بحث بستر موضوع شماست و شما موضوع من که اگر به من گفتن بیا رأی بده، میگم تو کی هستی که من به تو رأی بده؟ بله خب این موضوع عدم تحریم، این موضوع عدم شرکت در انتخابات شما که موافق هستید که باید تحریم کرد، مبنای یک استدلالی است. نمیری رأی بده جان؟ من میگم هر آدم عاقلی نمیره رأی بده. خب این بر مبنای چه استدلالی است؟ دوست دارم این استدلال رو باز بکنیم. برای که رأیش خونده نمیشه، تصمیم میشم تأثیری در سرنوشت مملکت نداره. بله خانم جیلانی عزیز. بله من فکر میکنم که در هر حال ما باید تحریم بکنیم انتخابات رو، چاره دیگری هم نداریم. البته باید دلایل خودمون رو داشته باشیم، باید به ملت دوباره تاریخ رو برگردانیم و بگوییم در این 40 سال چه بر شما گذشته و تمام رأی هایی که تا به امروز شما دادین چه اثری داشته در زندگی شما، و اینکه این انتخابات به خصوص این انتخابات شدیداً بوی جنگ میده و به نظر من انتخابات تأیید شرکت در انتخابات، تایید نظام و تایید نظام هم فردا میتواند جنگ باشد و ما در این زمینه بیشتر توضیح بدید خواهش میکنم. در زمینه جنگ بله من فکر میکنم که امروز مملکت ما در حصار جنگه. اولا که دنیا نقشه های جدید برای ایران داره، ترامپ نقشه های جدید بر، یعنی کاملا از زمان انتخابات آمریکا ترامپ سیاست نسبت به خاورمیانه تغییر پیدا کرده. آقای اوباما نقشه 40 ساله برای از بین بردن داعش داشتن، ولی آقای ترامپ هر چه زودتر بهتر داعش باید از منطقه خارج بشه، نابود بشه، و ما داریم که برنامه های رو پیش میگیره، حال موفق یا غیر موفق. در هر حال جمهوری اسلامی باید از کشورهایی که امروز شاخک های خودش رو در اونجا وضع کرده مانند سوریه، عراق، لبنان خارج بشه و آمریکا به این نتیجه هم خواهد رسید. حال به سادگی، با آرامش، با صلح ما این گذار رو خواهیم داشت کمی برای من غریبه. در نتیجه این انتخابات و این رأی ریسک جنگ وجود داره. در هر حال ملت ما باید آگاه باشن که رأیشون این بار نه تنها به یک فرد در جمهوری اسلامی که این فرد کاملا بی اثر در زندگی اونهاست، بلکه یک رأی به جنگ میدهند که جنگ ممکنه به زودی پشت مرزهای ما وجود داشته. آقای نوری الان نظرتون نسبت به این بحث خانم جیلانی در رابطه با امکان وقوع جنگ یا بروز جنگ چه هست؟ من پیشگو نیستم. به نظر من شرایطی وجود نداره که ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره. به شخص مخالف حمله نظامی به ایران هستم و معتقدم راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم به معنی ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور میتواند جلوی هر نوع جنگی رو بگیره. اگر جمهوری اسلامی بمونه سر جای خودش، بالاخره یه بلای سر اون مملکت تو کلن خواهد آورد. حالا امروز نشه، فردا. خانم جیلانی شما که با این آلترناتیو سکولار دموکراسی گفتید مخالف هستید و در حقیقت ملیگرایی رو به عنوان آلترناتیو دارید میگویید، این ملیگرایی در قالب کدوم ساختار در حقیقت میتونه تمرین و تجربه بشه؟ یعنی عدم جدایی دین از حکومت؟ نه اصلا. ببینین من هم یه دقیقه خواهش میکنم چون میخوام روشن‌تر بشه این بحث شما. نه ببینین من یک مبارزی هستم که یک روز هم با جمهوری، یک ساعت هم با جمهوری اسلامی موافق نبودم. از ثانیه رفراندوم تا به امروز مبارزه من ادامه داره، ولی من یک جامعه شناس هستم، باید ریشه ای داستان رو نگاه بکنم و نمیتونم با آرزوهایم پیش بروم. من نبض فرهنگ ملتم رو در دست میگیرم و میگم الان نبض ملت من با چه ریتمی میزنه، آیا این
این خواسته من قابل پیاده شدن است. ما امروز خیلی عقب افتادیم. ما در زمان انقلاب ملت آنچنان روشن فکری نبودیم، بلکه بیشتر تظاهر به روشن فکری میکردیم. بله. و بله میفهمم چون فرصت کم هستید. لحاظ ساختاری رو که خانم دکتر صاحب میخوان شما شهر نمیدید، فرداست رو شما شدید رئیس اون مملکت، رئیس جمهور اون مملکت. بله. سکولاریسم و دموکراسی که میگین هنوز وقتش نیست چون ملت ایران آمادگی ندارن، پس چیکار میخوایم بکنیم؟ بله بله در چند جمله خواهش میکنم. این که فرضاً شما فکر میکنید که خاورمیانه، حالا ترکیه، ایران، جامعه ایران، بافت و ساختار ایران هنوز پذیرای دموکراسی نیست، برای اینکه ریشه های مذهبی و سنتگرایی داره، چه الترناتیو جایگزینی در ساختار حکومتی شما پیشنهاد میکنید؟ ببینید ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که البته این خیلی به نظر من یعنی راه و سازش به سادگی خواهد بود، جمهوری اسلامی، بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ما باید پلتفرم هایی داشته باشیم که جایگزین سیستم هایی که امروز داره کار میکنه بشن، که کشور به هرج و مرج مبتلا نشه. و شعار امروز ما خیلی زوده که دموکراسی باشه، برای اینکه هنوز نیمی بیشتر از ملت ما نمیدانند کلمه دموکراسی یا سکولاریسم پوشیدنیه یا خوردنیه. در نتیجه ما زمان نیاز داریم برای در طول زمان چی کار میخواییم بکنیم؟ در طول آن زمان ما باید یک پلتفرمی داشته باشیم که این پلتفرم در مملکت حکومت میکنه تا ما بتوانیم حکومت خودمان را تعریف بکنیم. خب پلتفرم دارای چه ویژگی هایی است؟ بس بر سر اینه. اون پلتفرم داره ویژگی مذهبیه؟ نه ابدا. ببینید ما اصلا مجبور نیستیم که امروز از دین صحبت بکنیم یا از سکولاریسم صحبت بکنیم. آیا ما زمانی که انقلاب کردیم برای سکولاریسم انقلاب کردیم یا برای دموکراسی؟ ببینید ما امروز خیلی تحول پیدا کردیم. نه اصلا جدا نیست. شما میتونید بدون سکولاریسم دموکراسی داشته باشید؟ نه شما دموکراسی مذهبی منظورتونه؟ برای اینکه خب جان من اولا که آدم من فردن یک اتئیست هستم، اصلا مذهب ولی جامعه شناسین نظر خودتون رو که اعمال نمی کنین، با جامعه شناسیتون میگین این جامعه آماده دموکراسی نیست. بله ملت خب میگم خب چی جاش میذارید؟ بله سوال اینه، سوال مشخص اینه که چه باید، چه جایگزین چه هستش؟ یک دقیقه ما فرصتمون تموم شده حقیقتا. بله یک حکومت مستقل عدالت خواه برابرخواه، آری از هر نوع حکومت دینی، آری از هر نوع آیتم های مذهبی در دین. اما خب پس همون سکولار میشه دیگه. سکولار یعنی جدایی دین از حکومت، از سیاست. ببینین مهم اسمش نیست، در عمل مهمه. ما نباید این واژه رو به کار نبری، با ملت ها رو نباید بترسونیم از کلمات. بسیار ممنونم از شرکت شما دوستان عزیز، بحث بسیار جالبی هستش و نیاز به نقد بیشتری داره. انشالله دوستان ما در هفته های آتی در همین زمینه با ما همراه خواهند بود. از شرکت شما آقای دکتر نوری علا سپاسگزارم، از شرکت شما خانم جیلانی سپاسگزارم. دوستان عزیز نظرتون رو نسبت به این که آیا انقلابات، انقلاب که چه عرض کنم، انشالله که انقلابی سازنده و سلامت به وجود بیاد که ما بتونیم یه تغییر بنیادی داشته باشیم، اما نظرتون در رابطه با تحریم انتخابات، انتخاباتی که در پیش روست چه هسته؟ شما میتونید با صفحه فیسبوک من پریسا ساعد تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با من سهیم باشید. در این حال در هفته های آینده بحث انتخابات رو دنبال خواهیم کرد و اگر فرصتی بشه خطوط تلفن رو به روی شما دوستان عزیز هم باز خواهیم گذاشت که نظرات شما رو بشنویم. تو هفته آینده همگی شما دوستان عزیز رو در هر جای دنیا که هستید به خداوند بزرگ می سپارم. روز و شبتون بخوش.